اینجا اورشلیم، رادیو پیام اسرائیل. قوه قضاییه حکومت ایران قول می‌دهد که وقتی دوران ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ به پایان رسید، او را می‌دزدند و به تهران می‌آورند و به جرم هلاکت قاسم سلیمانی او را محاکمه و اعدام می‌کنند. کاربران نوشتند که اگر رژیم جمهوری اسلامی چنین قدرتی دارد، پس چرا دزدان کلانی را که به خارج گریخته‌اند نمی‌تواند به ایران بازگرداند؟ امروز شنبه، اولین روز از بهمن ماه خورشیدی، 21 ژانویه میلادی و 24 ماه تبت از سال 5780 ابریست. سرخط چند خبر مهم روز را به آگاهی که شما میرسانیم. اسرائیل برای توسعه سامانه‌های ضد موشکی و خنثی کردن حملات موشکی احتمالی رژیم ایران و گروه‌های وابسته به آن یک بودجه تکمیلی به مبلغ 600 میلیون دلار اختصاص می‌دهد. اسرائیل هم‌اکنون دارای 3 سیستم پدافند ضد موشکی دشمن می‌باشد، ولی می‌خواهد تکنولوژی‌های پیشرفته‌تری را مورد استفاده قرار دهد. ورود میهمانان بلندپایه خارجی برای شرکت در آیین یادروز جهانی هولوکاست در اسرائیل آغاز شده است. انتظار می‌رود تا شامگاه فردا حدود 100 نفر شامل پادشاهان، رؤسای جمهوری یا نخست وزیران 40 کشور و همچنین نمایندگان بلندپایه 21 کشور دیگر تا بعد از ظهر فردا به اسرائیل برسند. همه این میهمانان از جانب رئیس جمهوری اسرائیل برای حضور در آیین یادروز جهانی هولوکاست دعوت شده. همزمان روزنامه‌ای که دیدگاه‌های حکومت خودگردان فلسطینی را بازتاب می‌دهد، در مقاله‌ای نوشت که گروه‌های ترور فلسطینی این قدرت را دارند که با کشتن یک تن در اسرائیل برنامه گسترده پذیرایی از رهبران جهان را خنثی کنند و موجب فرار آنها از اسرائیل شوند. چون این اندیشه ناانسانی افرادی که ادای احترام به جان 6 میلیون نفر قربانی هولوکاست را مورد تهدید قرار می‌دهند، به شدت نکوهش می‌شود. فرمانده نیروهای هوافضای سپاه پاسداران تأیید می‌کند که 3 موشک به سوی هواپیمای اوکراینی شلیک شده بود. مقامات حکومت پیشتر شلیک موشک را تکذیب کردند و سپس شلیک 1 موشک را پذیرفتند و اکنون از شلیک 3 موشک سخن می‌گویند که به هیچ وجه نمی‌تواند خطای انسانی تلقی شود. محمد جواد ظریف از ترس تظاهرات مخالفان رژیم و احتمال برخورد با شخصیت‌های آمریکایی و همچنین برای دوری جستن از انتقادهای تندروها در داخل ایران، شرکت در مهمترین کنفرانس اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس را باطل کرد. مشروع این گزارش و خبرهای بیشتری را در رابطه با اسرائیل، ایران، منطقه و جهان در این مجموعه یک ساعته خبری به آگاهی شما می‌رسانیم. تیم خبری امروز ما شامل خانم لیلی بنایان، آقای مرتضی لطفی، دکتر عبدالله قره‌گوزلو و من شیرین دادگستر می باشد. در بین برنامه برای شما یاران گرامی موسیقی ایرانی نیز خواهیم داشت. به این برنامه خوش آمدید. سه‌شنبه همگان روزی خوش و پربار و پیروز باشد. همراه با همکارانم این مجموعه خبری را به شما تقدیم می کنیم. برای خنثی کردن توان موشکی گروه های تروریستی وابسته به حکومت ایران که اسرائیل را محاصره کرده اند، وزیر دارایی و رئیس ستاد کل ارتش به توافق رسیدند که یک بودجه اضافی به مبلغ 600 میلیون دلار در اختیار ارتش قرار گیرد.
در سالهای اخیر رژیم ایران مقادیر زیادی موشک‌های پیشرفته در اختیار حزب الله لبنان قرار داده و همچنین فناوری ساخت موشک به حماس و دیگر گروه‌های تروریستی در غزه منتقل ساخته و به موازات آن سپاه قدس می‌کوشد در سوریه مستقر شود و از آنجا اسرائیل را مورد تهدید موشکی و حمله نظامی قرار دهد. افزایش 600 میلیون دلاری بودجه دفاعی به هدف مبارزه با توان موشکی دشمن امکانات بیشتری را در اختیار اسرائیل قرار می‌دهد. حکومت ایران بارها تهدید و ادعا کرده است که با یک حمله بسیار گسترده موشکی می‌تواند اسرائیل را به آسانی نابود کند. رژیم ایران حتی در خاک عراق نیز پایگاه‌های موشکی محرمانه برپا ساخته تا بتواند از آنجا به سوی اسرائیل به حمله موشکی دست بزند. مبلغ تصویب شده به طراحی و تولید سیستم‌های ضد موشکی جدید اختصاص خواهد یافت. اخیراً اعلام شد که دانشمندان اسرائیلی توانستند شیوه جدیدی را با کمک اشعه لیزری برای نابود کردن موشک‌های دشمن ابداع کنند که برای تکمیل آن به مبالغ کلانی نیاز است. ایالات متحده نیز دارای یک سامانه لیزری برای شکار کردن موشک‌های دشمن می باشد. ولی سیستمی که در اسرائیل در حال آزمایش است میتواند حتی در صورت ابری بودن آسمان و یا هر نوع وضع هوایی موشک‌های دشمن را هدف قرار دهد. طراحان این سامانه میگویند که قادر است همزمان ده‌ها موشک دشمن را هدف قرار دهد. اسرائیل در حال حاضر دارای سه سیستم ضد موشکی می باشد که می تواند موشک های بلند پرواز و یا میان پرواز و همچنین موشک های کوتاه برد را در هوا شلیک کند. ولی با توجه به آنکه تکنولوژی دائما در حال پیشرفت است، اکنون باید شیوه های جدیدتری را به کار گرفت. گروه های تروریستی در نوار غزه در یک ماه گذشته ده‌ها موشک و راکت به سوی اسرائیل شلیک کردند که سامانه گنبد آهنین تقریباً همه موشک‌هایی را که ممکن بود به اماکن مسکونی اصابت کند در هوا متلاشی ساخت و بقیه موشک‌ها در زمین باز فرود افتاد و آسیبی وارد نساخت. سازمان هواپیمایی در گزارش دوم خود از سانحه سقوط پرواز 752 هواپیمایی اوکراین اعلام کرد که دو موشک مجاورتی به این هواپیما شلیک شده است. با اذعان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه گفته بود که یک موشک به این هواپیما شلیک شده، اما ویدیوهای جدیدی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نشان می‌داد سپاه پاسداران دو موشک به این هواپیما شلیک کرده است. بر اساس این ویدیو هواپیمای اوکراینی به رغم هدف قرار گرفتن فوراً سرنگون نمی‌شود، بلکه با چرخیدن در اطراف فرودگاه آتش گرفته و چند دقیقه بعد منفجر و در اطراف روستای خلج آباد سرنگون می‌شود. همین امر مفهوم موشک مجاورتی را توضیح می‌دهد. به نوشته خبرگزاری فارس، سر جنگی این موشک از نوع شدید الانفجار ترکش شونده است و آنچه باعث شده هواپیمای اوکراینی در آسمان منفجر نشود فیوزهای مجاورتی این موشک است که در اغلب موشک‌های پدافندی جهان از آن استفاده می‌شود. پیشتر گزارش شده بود که ترانسپاندر هواپیما، دستگاه ارسال کننده سیگنال، پیش از سقوط آن از کار افتاده بود و همین مسئله احتمال نقض فنی را به میان می‌آورد. اما حال مشخص شده که ترانسپاندر با شلیک اولین موشک از کار افتاده و در نهایت پس از شلیک دوم که 23 ثانیه بعد صورت می‌گیرد، هواپیما سرنگون می‌شود. ترانسپاندر دستگاهی است که هواپیماهای تجاری و مسافربری از طریق آن به طور دائم سیگنال شناسایی به رادارهای فرودگاهی و سامانه‌های پدافندی ارسال کرده و خود را معرفی می‌کند.
سازمان هواپیمایی کشوری در گزارش خود اعلام کرده که حافظه اصلی دستگاه ضبط صدای کامین بر اثر ضربه از دستگاه اصلی جدا شده است. این سازمان در گزارش خود همچنین خبر داد که نمایندگانی از آمریکا، کانادا، بریتانیا، اوکراین، فرانسه و سوئد برای دسترسی به اطلاعات مربوط به سانحه هواپیما معرفی شدند و در این میان تا کنون کشور افغانستان نماینده معرفی نکرده است. اوکراین و کانادا خواستار ارسال جبهه سیاه این هواپیما به اوکراین و فرانسه شدند، اما مقامات جمهوری اسلامی در روزهای گذشته سخنان متناقضی در این باره بیان کردند و این در حالی است که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گفته که جمهوری اسلامی تخصص تکنیکی لازم برای بازخوانی جعبه های سیاه را ندارد و تنها چند کشور محدود در جهانند که از این توانایی برخوردارند. ورود صدها تن میهمانان بلندپایه خارجی به اسرائیل برای شرکت در آیین یادروز جهانی هولوکاست از امروز سه‌شنبه آغاز شده و تا شامگاه فردا در ابعاد گسترده‌ای ادامه خواهد داشت. پادشاهان، رؤسای جمهوری و نخست وزیران 40 کشور جهان برای حضور در این آیین در موزه جنایات نازی‌ها در اورشلیم راهی اسرائیل هستند که مهمترین آنها پرزیدنت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده هستند. یادروز جهانی هولوکاست توسط سازمان ملل برقرار شده تا پاسخی به انکار کنندگان هولوکاست باشد که همه آنها انگیزه های یهود ستیزانه دارند. انکار هولوکاست توسط محمود احمدی نژاد که در آن هنگام رئیس جمهوری حکومت اسلامی ایران بود، انگیزه اصلی این تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل شد. رژیم ایران نه تنها ریخته شدن خون 6 میلیون یهودی را انکار کرد، بلکه برای تحقیر و توهین به یاد این قربانیان مسابقه سالیانه کاریکاتور ترتیب داد که نفرت جهانی را نسبت به حکومت کنونی در ایران بیشتر کرد. بیش از 100 تن میهمانان بلندپایه 60 کشور فردا شب چهارشنبه میهمان مقر ریاست جمهوری اسرائیل خواهند بود. قرار است از امروز تا ساعت بعد از ظهر فردا ده ها فروند هواپیما در فرودگاه بین المللی بن گوریون به زمین نشیند و میهمانان بلندپایه را به اسرائیل بیاورند. در روزهای اخیر چندین هواپیمای باری غول‌پیکر در اسرائیل به زمین نشسته و مقادیر زیادی وسایل و مواد را به این کشور رسانیدند. یکی از القام آورده شده اتومبیل‌های ضد گلوله و وسایل شخصی میهمانان بلندپایه و همچنین محافظان شخصی آنان میباشد. یادروز هولوکاست در اسرائیل مصادف با 75 سالگرد آزادی اردوگاه مرگ آشویتس است که ارتش‌های متفقین آن را امکان پذیر ساختند و چند هزار تن یهودیانی را که هنوز زنده مانده بودند آزاد ساختند. صدها تن از این نجات یافتگان در اسرائیل زندگی می کنند و اکثر آنها بیش از 80 ساله و حتی 90 ساله هستند. هر سال ده ها تن دیگر از این بازماندگان چشم از جهان می بندند و ارزیابی می شود که تا چند سال آینده فردی از آنان زنده نخواهد بود. اردوگاه مرگ آشویتس که محل کشتار 1.5 میلیون نفر انسان و از جمله حدود 1 میلیون نفر یهودی بود در خاک لهستان قرار دارد. با این همه رئیس جمهوری لهستان گفته است که در آیین یادروز شرکت نخواهد کرد، زیرا از سخنان پرزیدنت پوتین درباره نقش بخش‌هایی از مردم لهستان در همکاری با نازی‌ها برایش توهین‌آمیز بوده است. تاریخ نویسان می گویند که گروه‌های بزرگی از مردم لهستان با آلمان نازی در کشتار یهودیان همکاری داشتند
ولی اکنون چند سال است که رهبران لهستان این اتهام را رد می کنند و ادعا دارند که کشورشان توسط آلمان هیتلری اشغال شده بود و دولت اشغالگر بود که آشویتس را به اردوگاه مرگ مبدل ساخت و لهستانی ها نقشی در آن نداشتند. تلاش برای خودداری از انتقال جعبه سیاه به اوکراین یا فرانسه، حکومت ایران از ایالات متحده آمریکا و فرانسه خواستار تجهیزات خواندن جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی شده است. در دومین گزارش فنی سازمان هواپیمایی کشوری در ایران تأکید شد که ایران برای خواندن جعبه سیاه هواپیما از آمریکا و فرانسه تجهیزات فنی درخواست کرده است. در این گزارش که امروز شنبه اول بهمن ماه برابر با 21 ژانویه در رسانه‌های خبری حکومت ایران انتشار یافته آمده است، هواپیمای بوئینگ 737 متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال در ساعت 6:12 روز 18 دی ماه فرودگاه تهران را به مقصد کیف ترک کرد. این هواپیما 157 مسافر و 9 خدمه داشت. بر اساس این گزارش پس از پرواز ارتباط بین برج مراقبت فرودگاه مهرآباد و خلبان برای دقایقی برقرار بود، اما پس از ساعت 6:18 این ارتباط قطع شد و تلاش برج مراقبت برای تماس با هواپیما به هیچ نتیجه‌ای نرسید. در بخش دیگر این گزارش آمده است با وقوف بر سقوط هواپیما، قطعات آن به سرعت از محل جمع‌آوری شد و به یک مکان امن انتقال یافت تا پس از چینش روی زمین بر اساس رویه‌های متعارف برخی سوانح هوایی تحلیل لازم به دست آید. یادآور می شود که اقدامات مقامات حکومت در جمع‌آوری فوری و سریع قطعات هواپیما و پس از آن صاف کردن محل سقوط با بولدوزر با انتقادهای برخی آگاهان و منابع مستقل قرار گرفته بود. به گفته آگاهان در چنین مواردی هر گونه تغییری در محل سقوط هواپیما به استثنای جمع‌آوری اجساد قربانیان مجاز نیست تا کارشناسان بتوانند حد اکثر اطلاعات را در مورد عوامل منجر به سقوط هواپیما به دست آورند و به همین دلیل اقدام مقامات حکومت ایران در آن زمان شبه برانگیز توصیف شده است. سازمان هواپیمایی کشوری در گزارش خود میگوید با توجه به اعلام مورخه 21 دی ماه مبنی بر پذیرش یکی از نهادهای داخلی در خصوص عملیات دفاع موشکی هنگام پرواز این هواپیما، دسترسی مسئول بررسی سانحه به اطلاعات این نهاد فراهم و مشخص شد که 2 موشک مجاورتی از نوع تور M1 از سمت شمال به سمت هواپیما شلیک شده است. موشک مجاورتی از انواع موشک های ضد هواپیما است که در کنار بدنه هواپیما منفجر می شود و ترکش های آن به بدنه هواپیما اصابت می کند. این موشک باعث انهدام هواپیما در هوا نمی شود. بر اساس این گزارش نحوه تأثیر این موشک ها بر وقوع سانحه و همچنین تحلیل این اقدام در دست بررسی است. بر اساس این گزارش در این سانحه نمایندگانی از کشورهای آمریکا، اوکراین، فرانسه، سوئد، انگلستان و کانادا برای دسترسی به اطلاعات و بررسی سانحه معرفی شدند و تاکنون افغانستان نماینده معرفی نکرده است. در همان حال که قرار است ده‌ها تن از سران کشورها و مقامات ارشد برای شرکت در آیین یادروز هولوکاست به اسرائیل بیایند، یک روزنامه چاپ حکومت خودگردان فلسطینی هشدار داد که گروه‌های تروریستی قادرند با سوء قصد به جان یکی از مهمانان باعث شوند که همه مراسم باطل گردد و سران حکومت ها از ترس جان خیش از اسرائیل فرار کنند و به کشور خود بازگردند.
این تهدید در روزنامه الحیات الجدیده انتشار یافت که عملاً سخنگوی حکومت خودگردان محسوب می شود. تهدید به قتل شخصیت ها در حالی که آنها برای ادای احترام به 6 میلیون نفر افرادی به اسرائیل می آیند که قربانی جنایات نازی ها شده اند، رفتاری زشت و غیر انسانی است که انتظار نمی رفت دولت محمود عباس آن را عنوان کند. مقامات رسمی حکومت خودگردان فلسطینی تا کنون واکنشی نسبت به این خبر نشان نداده و آن را نکوهش نکرده اند. همانگونه که پیشتر گفته شد، یادروز هولوکاست همزمان با 75 سالگرد آزادی اردوگاه مرگ آشویتز به دست سربازان ارتش متفقین در جنگ جهانی دوم برگزار می شود. یک مقام امنیتی اسرائیل گفت که برای حفظ امنیت جانی میهمانان حد اکثر تدابیر لازم انجام گرفته و کوشش خواهد شد که هر گونه تلاش تروریستی خونسا گردد. رئیس سرویس امنیت داخلی اسرائیل شبک روز گذشته دوشنبه در یک سخنرانی فاش ساخت که سازمان‌های امنیتی اسرائیل در یک سال اخیر توانستند 10 توطئه ترور انتحاری را که هدف از آن کشتن شمار زیادی از شهروندان اسرائیلی بوده خونسا کنند. در همین مدت 4 توطئه برای ربودن سربازان اسرائیلی نیز شناسایی و خونسا گردیده است. او گفت که در ظرف یک سال بیش از 300 مورد تیراندازی عوامل تروریستی به سوی شهروندان و سربازان اسرائیلی رخ داده که اکثر قریب به اتفاق آنها خونسا شده است. یک مقام ارشد امنیتی هندوراس اعلام کرد که دولت این کشور به طور رسمی حزب الله لبنان را به عنوان یک گروه تروریستی اعلام کرده است. لوئیس سوازو معاون وزیر امنیت هندوراس گفته است: ما حزب الله لبنان را یک گروه تروریستی اعلام کردیم و در فهرست نهادها و افراد مرتبط با تروریسم و تامین مالی تروریسم ثبت کردیم. در همین حال اسرائیل کاتس وزیر امور خارجه اسرائیل از اقدام هندوراس به عنوان گامی مهم در جنگ بین المللی علیه ترور یاد کرد. وزیر امور خارجه اسرائیل همچنین در فهرست تروریستی قرار دادن حزب الله لبنان را توسط هندوراس در راستای اقدام مشابه بریتانیا و آرژانتین ارزیابی کرده است. اسرائیل کاتس تصریح کرده است: من دولت هندوراس را به خاطر تصمیم مهم خود در اعلام حزب الله به عنوان یک سازمان تروریستی و اعمال تحریم ها علیه آن تحسین می کنم. در همین زمینه الخاندرو جیاماتی رئیس جمهوری جدید گواتمالا هم از احتمال قرار دادن حزب الله در فهرست تروریستی این کشور خبر داده و گفته است که سفارت این کشور همچنان در اورشلیم باقی خواهد ماند. رویترز میگوید که هر دو اقدام رئیس جمهوری جدید گواتمالا باعث خواهد شد تا این کشور یا سیاست خارجی دونالد ترامپ با سیاست خارجی دونالد ترامپ نزدیکی بیشتر داشته باشد. وزارت خزانه داری بریتانیا نیز اعلام کرد که بر اساس قوانین این کشور در مبارزه با تامین مالی تروریسم از این به بعد کل گروه حزب الله لبنان را به عنوان یک گروه موجودیت تروریستی ترقی خواهد کرد. تا پیش از این تنها شاخه نظامی حزب الله از 10 پیش شامل این مقررات بریتانیا بود. تصمیم جدید به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بریتانیا امکان می‌دهد تا فعالیت احتمالی افراد در خاک این کشور در راستای اهداف حزب الله را زیر رصد دقیق‌تر قرار دهند. آمریکا، اسرائیل، کانادا، هلند و کشورهای حاشیه خلیج فارس از مدت‌ها پیش حزب الله لبنان را تروریستی اعلام کرده بودند، اما شماری از کشورهای اروپایی تا کنون شاخه سیاسی حزب الله را از بازوی نظامی آن متمایز می دانستند.
حکومت اسلامی ایران در طول سالها همیشه ادعا کرده که کمترین بخش از بودجه کشور را به امور نظامی اختصاص می‌دهد و ادعای کشورهای دیگر دائر بر اینکه ایران به تدریج به یک زرادخانه بزرگ مبدل می‌شود بی‌پایه و اساس است. در جریان مباحثات این هفته مجلس و دفاعیات محمد جواد ظریف از سخنان و فعالیت‌های خود، او ادعا کرد که بودجه دفاعی ایران به طور نسبی یکی از کمترین هاست و از 16 میلیارد دلار فراتر نمی رود. با آنکه آشنایان امور می گویند که بودجه واقعی 10 برابر این مبلغ است، سخنگوی وزارت خارجه اعلام داشت که مقامات مسئول در امور نظامی و دفاعی رژیم می گویند که این بودجه از 6 میلیارد دلار فراتر نمی رود و ظریف آن را تقریباً 3 برابر اعلام کرده است. بدیهی است که هیچ فردی در جهان چنین ادعای نیروهای مسلح را نمی‌پذیرد و آن را نمونه دیگری از دروغ پردازی‌های رژیم تلقی می‌کند. در این زمینه سخنان محمد جواد ظریف در نشست 2 روز پیش مجلس که ظاهراً مبلغ بودجه نظامی ایران را افشاگری کرده است، مورد اعتراض شماری از نمایندگان قرار گرفت و از او انتقاد کردند که بر برملا ساختن اسرار نظامی کشور روی آورده و آمار نادرست ارائه داده است. ظریف در برخی از سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها برای اثبات این ادعا که ایران دارای یکی از پایین‌ترین درصد هزینه‌های نظامی می‌باشد، گفته بود که این بودجه از 16 میلیارد دلار فراتر نمی‌رود و گفته بود که کشورهای دیگری هستند که بودجه‌های بسیار بزرگتری را به هزینه‌های نظامی اختصاص می‌دهند و به عنوان مثال بودجه نظامی ایالات متحده به حدود 1000 میلیارد دلار نزدیک می‌شود. با آنکه در نشست مجلس این سخنان ظریف که در دفاع از رژیم گفته شده مورد انتقاد شدید قرار گرفت و به افشاگری اسرار نظامی تغییر گردید، ولی آن نیز یکی دیگر از دروغ‌های حکومت ایران محسوب می‌شود که سران آن همیشه بر این گمان باطل بودند که مردم دنیا زود باور هستند و مقامات کارشناسی دولت‌های جهان را می‌توان با دادن اطلاعات غلط درباره بودجه واقعی رژیم ایران گمراه کرد. آنها نمی‌دانند که هر کشور پیشرفته‌ای دارای کارشناسان ویژه در وزارت دفاع، وزارت اطلاعات و حتی وزارت خارجه است که منابع اطلاعات خوبی دارند و ارزیابی‌های مستقل انجام می‌دهند. حتی شخص ظریف نیز به گفته عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ارقامی را که در مورد بودجه نظامی ذکر کرده به نقل از رسانه‌های خارجی بوده و اکنون از قول مقامات نیروهای مسلح می‌گوید که بودجه نظامی تنها 6 میلیارد دلار است و رقم 16 میلیارد اشتباهاً اعلام شده است. کارشناسان امور نظامی ارزیابی می‌کنند که بودجه نظامی ایران ممکن است 10 برابر رقمی باشد که ظریف در سخنان خود ارائه داده است و دست کم 1/3 از درآمد ملی ایران را شامل می شود که یکی از بزرگترین و سنگین‌ترین بودجه‌های نظامی در جهان است. دروغ پردازی ظریف و ادعای برخی دیگر از مقامات نظامی و سیاسی رژیم در مورد ناچیز بودن بودجه نظامی در شرایطی عنوان می شود که رژیم به پروژه پرهزینه اتمی ادامه می دهد، ولی بودجه موشک سازی آن ممکن است چندین برابر بودجه اتمی باشد. علاوه بر این، نیروی نظامی رژیم ایران دارای سربازان ارتش، سپاه پاسداران، بسیج، نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها می باشد که جمعاً درصد بزرگی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند. همچنین رژیم ایران هر سال بیش از 1 میلیارد دلار به سازمان‌های ترور فلسطینی و عربی و اسلامی کمک مالی می‌دهد. هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند رقم 16 میلیارد ذکر شده توسط ظریف را واقعی بداند. بودجه واقعی امور نظامی و توسعه طلبی رژیم ایران
تنها همان مبلغی نیست که ظاهراً در بودجه قید شده است. برای آنکه دشمن از بودجه واقعی امور نظامی آگاه نشود، بخش عمده این مبلغ به نام وزارتخانه‌های مختلف ثبت شده که در نهایت متعلق به نیروهای مسلح است و وزارتخانه‌ها باید آن را در اختیار سپاه قرار دهند. علاوه بر این، حکومت به سپاه پاسداران اجازه داده بنادر خصوصی خود را داشته باشند و هر اندازه که مایلند به واردات و صادرات کالا بپردازند و هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد. بنیادهای مختلفی نیز در حکومت وجود دارد که تمام بودجه و یا بخشی از بودجه های آن به سپاه پاسداران انتقال می‌یابد. تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل ارزیابی می‌کند که با در نظر گرفتن همه مبالغ مالی که در اختیار سپاه پاسداران قرار دارد، بودجه کل نیروهای مسلح بیش از یک سوم درآمد ملی ایران را در خود می‌بلعد و یکی از عوامل اصلی بحران اقتصادی در کشور است. سپاه پاسداران از درآمدهای اقتصادی خود هیچ گونه مالیاتی نمی‌پردازد و بخش عمده‌ای از اجرای پروژه‌های گران قیمت و پردرآمد عمرانی را نیز در دست خود قبضه کرده است. در سال روز حادثه فرو ریختن ساختمان چندین طبقه پلاسکو در تهران که موجب از بین رفتن سرمایه شمار زیادی از مردم و همچنین سوختن کاسبان و آتش نشانان شد، برخی از کاربران امروز در شبکه‌های اجتماعی از زنده نام حبیب القانایان که پایه‌گذار این مرکز بزرگ بازرگانی بود به تجلیل پرداختند و این کارآفرین یهودی را که به فرمان خمینی اعدام شد گرامی داشتند. در برخی از پیام‌ها در این زمینه آمده است: وقتی ساختمان پلاسکو فرو ریخت و همه چیز در حال نابودی و سوختن بود، تنها یک نام، یک ارزش و یک افتخار بار دیگر پس از سالها در رسانه‌ها مطرح شد. حبیب القانایان، سرمایه دار کلیمی که علاوه بر ساختمان پلاسکو، ساختمان آلومینیوم را نیز ساخته بود. او علاوه بر فعالیت در صنعت ساختمان، شرکت تولید لوازم خانگی جنرال استیل و یخچال جنرال الکتریک، کارخانه های پلاستیک و لوله شمال، شرکت صنعتی روغن نباتی و شرکت صنایع پارس و چندین شرکت متعدد را نیز در ایران راه اندازی کرده بود. حبیب القانایان از سرمایه داران و صنعتگران خود ساخته ایران بود که پس از روی کار آمدن انقلاب اسلامی در ایران دستگیر و تیرباران شد. وی که نقش بزرگی در مدرن سازی که صنعت کشور و اقتصاد مستقل از نفت در دهه 70 میلادی در کشور ایفا کرد، در زمان پیروزی انقلاب اسلامی حتی در ایران حضور نداشت و اندکی پس از ورود به ایران دستگیر شد و ظرف 3 ماه بعد طی محاکمه سوری به اعدام محکوم و بلافاصله به جوخه اعدام سپرده شد. بنا به گزارش کیهان، قضات محکمه به اصطلاح عدل اسلامی پس از 1.5 ساعت شور در مورد 6 متهمی که در شبههای مختلف دادگاه انقلاب اسلامی تهران از بامداد آن روز محاکمه شده بودند، رأی خود را در حدود نیمه شب اعلام کردند. رأی دادگاه در مورد متهم به شرح زیر گزارش شد. حبیب القانایان، سرمایه‌دار معروف، به جرم ایجاد ترویج فساد و به عنوان اهل شمه‌ای که در ارتباط با اسرائیل و صهیونیست به هموطنش خیانت کرد، به اعدام محکوم شد و اموال خود و نزدیکان درجه اولش به تمامی مستضعفین ایران مصادره شد. زنده نام حبیب القانایان به اتهام سفر به اسرائیل و دیدار از اماکن مقدس یهودی در روز 19 اردیبهشت سال 58، 1 ساعت بعد از صدور حکم دادگاه در تهران تیرباران شد. مقامات به خانواده آقای القانایان هشدار دادند که برای او مراسم سوگواری کلیمی برگزار نکنند. برخی از آشنایان امور میگویند حکومت برای تسلط به ثروت کلانی بود که او و برادرش در طول سالیان دراز کار در صنایع و تولیدات ایران به دست آوردند. و به عنوان آخرین مطلب بخش نخست این مجموعه خبری، آنقدر درباره قدرت نظامی خود منم منم کردند و درباره توان خود برای نابودی اسرائیل سخن گفتند که واقعا از ادامه شنیدن آن حالت تهوع به انسان دست می دهد. این بار
نوبت آخوندی به نام محمد عرافی است که اگر او را نمی شناسید بدانید که حضرت ایشان امام جمعه شهرک میبود از توامع یزد است که گفت فرارسیدن دهه فجر امسال مقدمه نابودی اسرائیل است. منظورش از دهه فجر 10 روزی است که شاه فقید ایران را ترک گفت و خمینی بر این سرزمین باستانی مسلط گردید. حالا این آخوند که بی تردید کوچکترین اطلاعات نظامی ندارد چگونه سال روز اشغال ایران توسط حکومت کنونی را مقدمه نابودی اسرائیل می داند؟ بماند. آنها در این 41 سال ایران ثروتمند را نابود کردند و ملت فرهیخته را به ذلت کشاندند و اکنون جز سخن گفتن از نابودی اسرائیل، لاف زدن و گزاف گفتن، توانایی دیگری ندارند که به آن افتخار کنند. مجموعه خبری ما همچنان ادامه خواهد یافت، ولی پیش از آن دقایقی موسیقی می‌شنویم. خنده مستانه با خنده مستانه بر گور تو میرخسم، با خنده مستانه با خنده مستانه بر گور تو میرخسم. ای آن که نمیخواهی خندان لب و دل شادم، ای آن که نمیخواهی خندان لب و دل شادم. تو زاده نادانی از طایفه جهلی، تو زاده نادانی از طایفه جهلی. من اصل و نسب داری از سلسله مادم، من اصل و نسب داری از سلسله مادم. هی 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 دا Hey, 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 da. همکاران ما به پخش خبرهای ایران و دیگر کشورها ادامه می دهند. وزیر دفاع سوریه علی عبدالله ایوب به نقش قاسم سلیمانی در سرکوب مردم و تظاهرکنندگان این کشور و معترضان غیر مسلح اعتراف کرده است. یکی از کاربران به نام حسن حسن در توییتی بر اساس این گزارش گفته است سخنان منتشر شده از وزیر دفاع سوریه در جریان سفرش به تهران نشانه نادرست بودن ادعاهای مکرر جمهوری اسلامی درباره دلیل دخالت نظامی در سوریه است.
حکومت ایران پیش از این دلیل حضورش در سوریه را مقابله با داعش و گروه‌های مشابه ذکر کرده بود. با این حال وزیر دفاع سوریه در سفرش به ایران برای شرکت در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی از طراحی مشترک عملیات در حمص و در زمانی سخن گفته که هیچ یک از گروه‌های مسلح وجود نداشتند. بر اساس فیلم منتشر شده، علی عبدالله ایوب وزیر دفاع سوریه گفته است که قاسم سلیمانی در اواخر تابستان سال 89 به سوریه رفته و با هم عملیاتی را در حمص طراحی کردند و این عملیات زمانی اجرا شده که نه جبهه النصره و نه هیچ یک از گروه‌های جهادی اصلا در سوریه وجود نداشته است. پیش از این نیز گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی عملکرد بشار اسد و حامیانش در سرکوب اعتراضات مردم سوریه را از جمله دلایل قدرت گرفتن گروه‌های جهادی در سوریه ذکر کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه حکومت ایران تأیید کرد که محمد جواد ظریف در همایش بین المللی اقتصادی جهان در شهر داووس در سوئیس شرکت نخواهد کرد و این در حالی است که رهبران و بلندپایگان ده ها کشور جهان و از جمله پرزیدنت ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از شرکت کنندگان عمده خواهد بود. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه حکومت ایران اعلام کرد محمد جواد ظریف در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس حضور نخواهد داشت. او در مورد علت این تصمیم توضیحی نداد. ولی آگاهان امور یکی از علل آن را حضور شماری از مخالفان رژیم و احتمال تظاهرات علیه حکومت ایران می‌دانند. یک احتمال دیگر آن است که مقامات حکومت نمی‌خواستند وضعی ایجاد شود که ظریف بخواهد و یا ناچار شود با مقامات آمریکایی روبرو و با آنان سخن بگوید. موسوی یک روز پیش از برگزاری 50مین نشست مجمع جهانی اقتصاد از لغو سفر محمد جواد ظریف خبر داده و در توییتی نوشت به دنبال دعوت رسمی و شخصی محمد جواد ظریف کاملا آمادگی شرکت در مجمع جهانی اقتصاد امسال بود. اما متاسفانه تغییر یک جانب از سوی مجمع جهانی اقتصاد در برنامه ریزی که دو طرف بر سر آن توافق کرده بودند شاید برای رسیدن به همین هدف مانع از شرکت او شد و یک فرصت برای گفتگو از دست رفت. از روز سه‌شنبه اول تا چهارم بهمن سال جاری گروهی از سیاستمداران و همچنین فعالان اقتصادی سرشناس در داووس در سوئیس جمع می‌شوند تا 50مین نشست مجمع جهانی اقتصاد را برگزار کنند. خبرگزاری رویتر نیز هفته پیش در گزارشی نوشته بود که نام محمد جواد ظریف در فهرست حدود 3000 مهمان و شرکت کننده امسال نشست که شعارش سهمداران جهان پایدار و منسجم است نبوده است. پرزیدنت ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، نوجوان سوئدی فعال محیط زیست دارا خسروشاهی رئیس شرکت اوبر از جمله مهمانان امسال داووس هستند. مسیح علی نژاد فعال حقوق بشر و مبتکر کمپین چهارشنبه های سفید در توییتر خود نوشت که به نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس دعوت شده است. وی نوشت که در سخنرانی خود می‌خواهد از وضعیت ایران از جمله 1500 کشته اعتراضات آبان ماه، کشته شدگان تشییع قاسم سلیمانی در کرمان، سرنشینان هواپیمای مسافربری اوکراین با موشک سپاه، 7000 زندانی و گروگان گرفته شدن برادرش برای ساکت کردن او صحبت کند. دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا آب پاکی را ریخت روی دست مسئولان ورزش و فدراسیون فوتبال ایران و دوشنبه دیروز رسما اعلام کرد که به دلایل مسائل ایمنی و امنیتی در ایران میزبانی بازی ها تغییر می کند و قطر محل رقابت ها خواهد بود. بعد از اعلام تصمیم کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا، مقامات ورزش ایران ابتدا گفتند این تصمیم تنها یک شایعه و نتیجه شیطنت های رسانه های سعودی است، اما طولی نکشید که داتو وینزورجان دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC نامه رسمی این سازمان را به دست ایران رساند. موضوع این نامه مسائل ایمنی، امنیتی و برنامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در 2020 عنوان و اعلام شد که این مسابقات 25 ژانویه
هنجم بهمن ماه در قطر به عنوان زمین بی‌طرف برگزار می‌شود. در ادامه این نامه به مرحله عادی آتی مسابقات اشاره و گفته شده در صورت صعود هر یک از باشگاه‌های ایرانی از مرحله پلی‌آف به مرحله گروهی، کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشنهاد می‌کند تغییراتی در بازی‌های خانگی باشگاه‌های ایرانی ایجاد شود تا فرصت‌های احتمالی بازی در داخل ایران میسر شود. مهمترین این تغییرات در جابجایی زمان بازی‌های خانگی باشگاه‌های ایرانی و دیگر رقیبان است که باید خارج از ایران برگزار شود. برخی رسانه‌ها و سایت‌های عربی مانند کورانلاین و شبکه ابوظبی گزارش کردند تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا تنها شامل لیگ قهرمانان آسیا نمی‌شود. ایسنا به نقل از این رسانه ها نوشت هر گونه بازی در چارچوب فوتبال آسیا در زمین ایران تا اطلاع ثانوی ممنوع است و به این ترتیب این تصمیم شامل بازی های ملی شده و دامنه آن گسترده تر است. کنفدراسیون فوتبال آسیا هنوز درباره این موضوع اعلام نظر نکرده است ولی مسئولان ورزش ایران و چند نفر از مسئولان باشگاه‌های فوتبال از جمعه گذشته نگران این موضوع بودند. مدیران عامل 4 باشگاه فوتبال گفتند اگر در برابر چنین اقدامی مقاومت نکنند سلب میزبانی رفته رفته به رقابت‌های ملی و دیگر رشته‌های ورزشی هم تسری می‌یابد. در حالی که سراسر حکومت را فسادهای مالی، دزدی اموال عمومی و راندخاری فرا گرفته است، ابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضایی، گفت رونق اقتصادی نباید معطل لبخند و اقدام بیگانگان باشد. مردم از راند و دزدی و فسادها ناراضی‌اند و افسود شرطی کردن اقتصاد خطا است. برخی آگاهان اشاره رئیس دستگاه قضایی را به سخنان و عملکرد حسن روحانی نسبت می‌دهند که بارها وضع وخیم اقتصاد ایران را ناشی از عملکرد برخی ارگان‌های حکومت می‌داند و عدم تعامل با خارجی‌ها را نیز ناشی از فشارهای اقتصادی علیه حکومت ایران ارزیابی می‌کند. رئیس دستگاه قضایی که بامداد امروز در همایش نقش امنیت در اقتصاد ملی و رونق تولید سخنرانی می‌کرد گفت رونق تولید باید همراه با امنیت اقتصادی باشد و تولید کننده باید با آرامش و امنیت نقش مجاهدانه خود را در عرصه اقتصاد ایفا کند. رئیس دستگاه قضایی که کاملا در جریان اقدامات خشونتبار برخی ماموران و فرماندهان سرکوبگر قرار دارد بیان که به موارد متعدد اعمال خشونت ها از سوی بسیج و نیروی انتظامی که به دستور خامنه ای انجام میگرد اشاره کند گفت رونق تولید باید همراه با امنیت اقتصادی باشد و نیروی انتظامی با 3 شرط مهربانی، اقتدار و تدبیر عمل کند و تمام این 3 شرط ضرورت دارد. البته این 3 اصل نه فقط برای نیروی انتظامی بلکه برای قضات نیز ضروری است. علی خامنه‌ای در سخنانی حمله بی اثر موشکی سپاه پاسداران علیه پایگاه نظامی آمریکایی در استان علمبار عراق را دارای جذابیت خواند و در توضیح آن گفت که این جذابیت به علت ایستادگی ملت ایران در یک نظام مستقل و آزاد در برابر قلدری آمریکا بوده است. سران حکومت اسلامی ایران در سخنان خود همیشه ادعا می کنند که هدفها و رفتارهای حکومتی دقیقاً خاص ملت ایران است. خامنه‌ای در سخنانش ایالات متحده را قلدر سرگردنه نامید و در همان حال از ادامه مبارزه مسلحانه برای مسلط ساختن اسلام نسخه شیعه بر سراسر منطقه سخن گفت. خامنه‌ای در توضیح سخنان خود افزود علت عصبانیت آمریکایی‌ها از ملت ایران جذابیت ناشی از تصویر ایستادگی یک نظام مستقل در مقابل یک قلدر سرگردن است که باید از این جاذبه برای نشر و توسعه حقیقت اسلام
و ملت ایران استفاده کرد. این سخنان علی خامنه‌ای با انتقادهای شدید در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان روبرو گردید. یک کاربر در این رابطه نوشت: متاسفیم که رهبر جمهوری اسلامی که متاسفانه اکنون در ایران حاکم است، دنیا را با سیرک اشتباه گرفته است و به قیمت نابودی که آینده ایران دنبال این است که چه چیزی برای دنیا جذاب است. کاربر دیگری نوشته: دو پرسش از خامنه‌ای داریم. اولان که آیا بلوچستان هم جزی از خاک ایران است و آیا بلوچستان هم دارد تاوان آنچرا که شما ایستادگی در برابر آمریکا میپردازید تصور میشود، یا تصویر سیل ویرانگر در استان محروم بلوچستان هم برای دنیا جذاب است؟ این کاربر نوشت: پرسش دوم هم این که اصلا فرض میکنیم آمریکا یک قلدر سرگردن است، اسم شما که هواپیمای مسافر بری را روی آسمان میزنید و یک عذرخواهی هم نمی کنید و هیچ کدامتان استعفا هم نمی دهید چیست؟ وزارت خارجه فرانسه میگوید 8 کشور عضو اتحادیه اروپا از مأموریت گشت‌زنی و مراقبت از کشتیرانی برای جلوگیری از وقوع درگیری ها و کشمکش های احتمالی در تنگه هرمز حمایت سیاسی کردند. به گفته خبرگزاری فرانسه، بلژیک، دانمارک، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند و پرتغال به همراه خود فرانسه این 8 کشور را تشکیل می‌دهند و مرکز فرماندهی این مأموریت نیز قرار است ابوظبی باشد. این خبرگزاری در این حال به نقل از یک مقام نظامی فرانسه که نامش فاش نشده می‌گوید یک ناوچه پاسناو هلندی قرار است از آخر ماه فوریه نخستین دور از گشت‌زنی ها را آغاز کند. در تازه ترین دور از این تنش ها که نگاه های بسیاری را به خود معطوف کرد، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس به دستور دونالد ترامپ در عراق کشته شد. در پی آن جمهوری اسلامی اعلام کرد انتقام سختی از آمریکا خواهد گرفت و به دو پایگاه مورد استفاده آمریکا در عراق حمله موشکی کرد که تلفات جانی نداشت. اما در همان روز پدافند هوایی سپاه پاسداران هواپیمای مسافربری اوکراینی را با 176 سرنشین هدف قرار داد، رخ دادی که به کشته شدن تمامی سرنشین ها انجامید و مقام های جمهوری اسلامی آن را به مدت 3 روز کتمان می کردند تا در نهایت اعلام کردن هواپیما در پی خطای انسانی هدف قرار گرفته است. بحران در خود خلیج فارس و تنگه هرمز نیز چند ماه است که جریان دارد. در پی خروج یک طرفه آمریکا از توافق اتمی، حملات به کشتی‌های تجاری، سرنگونی یک پهپاد آمریکایی و حملات گسترده به تأسیسات نفتی عربستان همگی در مدتی نه چندان بلند رخ دادند و واشنگتن جمهوری اسلامی را متهم کرد که دست به اقدامات تنش‌زا و حملات مختلف زده است. و خبرگزاری فرانسه اکنون به نقل از وزارت دفاع کشور میگوید برای ماها اوضاع در آب‌های جنوب ایران، آزادی کشتیرانی و امنیت اروپایی ها و همینطور کشتی های خارجی و خدمه آنها را با تهدید روبرو کرده است. وزارت دفاع کره جنوبی نیز به طور رسمی تایید کرد که عملیات مقابله با دزدان دریایی را به مناطقی در اطراف تنگه هرمز گسترش خواهد داد. تظاهرات و نارامی ها در عراق و برخی شهرهای این کشور همچنان ادامه دارد و تظاهر کنندگان علیه رژیم ایران نیز شعارهایی سر دادند. با این حال خبرگزاری تسنیم با وسیله سپاه پاسداران طی یک گزارشی درباره از سرگیری تظاهرات مردم عراق ابراز عقیده کرد که پس از مرگ قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس رهبر گروه تروریستی هشت شعبی، تظاهرات که فروکش کرده بود بار دیگر از سر گرفته شد و برخی آن را اختشاش پیش دستانه علیه جامعه پیش رو می دانند. خبرگزاری تسنیم با این حال در یک گزارش دیگر نوشته است برخی شهرها از جمله ناصریه، بغداد و نجف شاهد تحرکات خشونت‌آمیزی در قالب اعتراضات به عدم انتخاب نخست وزیر بوده است، در حالی که تظاهرات مردم عراق با
مسالمت آمیز بود، ولی ماموران هشت و شبیه وابسته حکومت ایران با توسل به دستگاه و قوه قهریه تعداد زیادی از جوانان، زنان و دختران عراقی را با شلیک گروه‌های جنگی کشتند و هزاران تن را مجروح کردند. تظاهرکنندگان عراقی در میدان تحریر بغداد عکس‌ها و تابلوهای عده‌ای از ماموران وابسته به حکومت ایران را نیز پاره پاره کردند. در همین حال یک مقام امنیتی عراق گفته است که دیشب سه موشک کاتیوشا به منطقه سبز بغداد و نزدیکی سفارت آمریکا اصابت کرده است. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که آژیر حمله راکتی در منطقه سبز بغداد به صدا درآمد. هنوز درباره پیامد این راکت پرانی ها و احتمال وارد کردن خسارات گزارشی منشر نشده است. بر اساس همین گزارش ها اعتراضات مردم عراق علیه حکومت این کشور با مسدود کردن جاده های اصلی در بغداد و دیگر شهرها همچنان ادامه دارد. مهلتی را که مردم و تظاهرکنندگان به دولت داده اند تا مطالبهشان برآورده کند پایان پذیرفته و معترضان میگویند به اقدامات خود شدت میبخشند. روز یک شنبه دو روز قبل مردم و تظاهرکنندگان جاده ها را با آتش زدن لاستیک های کهنه و فرسوده خودروها مسدود کردند. و به عنوان آخرین مطلب بخش دوم این مجموعه خبری، علی خامنه ای نیز همانند دیگر سران حکومت ایران دچار توهم و خیالات شده است. او در دیدار با گروهی از زائران شیعه از جمله ادعا کرده گفت آمریکا از مقاومت دلیرانه سپاه پاسداران در برابر ارتش آمریکا عصبی شده است. اشاره خامنه ای به حمله موشکی به پایگاه آمریکاییان در عین الاسد در خاک عراق است که در آن هیچ سرباز آمریکایی کشته نشد و خسارات وارده هم اندک بود و مقامات آمریکایی با شکیبایی بسیار گفتند که در نظر ندارند به یک اقدام تلافی جویانه دست بزنند، زیرا تعرض رژیم ایران بسیار ضعیف و بی‌نتیجه بوده است. حالا از علی خامنه ای بپرسید که او چگونه تشخیص داده است که آمریکایان از یک چنین حمله بی‌نتیجه‌ای عصبی شوند؟ چرا خامنه‌ای این چنین به عقده خود بزرگ بینی مبتلا شده و رجز می‌خواند؟ متن مجموعه کامل‌تری از اخباری را که شنیدید می‌توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه و چاپ کنید. شنوندگان گرامی، تلویزیون ایران آریایی که برنامه خبری ما را هر روز سه بار باز پخش می کند، مشخصات فرستنده خود را تغییر داده است. شنوندگانی که مایل به شنیدن اخبار ما از این تلویزیون هستند، لطفاً مشخصات جدید را یادداشت کنند. برای بینندگان در ایران و اروپا، نام ماهواره هات برد، ترانسپوندر 127، فرکانس 11055، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون هوریزونتال افقی FEC 5/6. و برای شنوندگان و بینندگان در ایالات متحده و کانادا، نام فرستنده گالاکسی 19، ترانسپوندر 5، فرکانس 11836، پولاریزاسیون ورتیکال عمودی، سیمبل ریت 20770، FEC 3/4. من کاوه آهنگر، من طاهر ها زادم، من خواهر شیرین و من مادر فرهادم.
اگر بندی، صد بند اگر بندی بر دستم و بر پایم، صد بند اگر بندی، صد بند اگر بندی بر دستم و بر پایم، در بند نخواهد شد، در بند نخواهد شد اندیشه آزادم، اندیشه آزادم. من ناله نخواهم شد، من ناله نخواهم شد، فریادم و فریادم، فریادم و فریادم. من نار نخواهم شد، من نار نخواهم شد، فولادم و فولادم، فولادم و فولادم. هی 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 من ناله نخواهم شد. پیش از خداحافظی با شما یادآوری می‌کنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمان‌های ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار می‌کند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش می‌کند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا می‌باشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم که اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار 1 دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن در اپستور به فارسی یا انگلیسی بنویسید رادیو اسرائیل فارسی. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل. She